سلام بر شما به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی در نیم ساعت پیش رو با شما همراه هستم با آخرین تحولات کشورمان و سایر نقاط جهان. در این برنامه از سردرگمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره شیوه برخورد با توافق اتمی خواهیم گفت. گزارشی داریم از بازگشت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن به این کشور. نگاهی داریم به بحران پناهجویی در اتحادیه اروپا و در پایان نیز بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با تازه های این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. به دنبال ناکامی جمهوری خواهان آمریکا و تلاش اقلیت موافق برجام، کنگره نتوانست در مهلت مقرر در مورد آن اظهار نظر کند و بدین ترتیب توافق هسته‌ای در آمریکا اجرایی شد. اما در ایران هنوز بحث درباره توافق اتمی و نهادی که قرار است آن را تصویب کند ادامه دارد و هفته گذشته با اظهار نظرهای مختلف نمایندگان مجلس به سردرگمی‌ها در این زمینه دامن زده شد. با گذشت 5 روز از مشخص شدن تکلیف برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در کنگره آمریکا، اظهار نظرهای متناقض نمایندگان مجلس ایران در مورد شیوه برخورد با این توافق به سردرگمی‌ها در این زمینه دامن زده. روز سه‌شنبه 31 شهریور ماه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس از امکان ارائه یک طرح سخن گفت که بر مبنای آن دولت مجاز به انجام تعهدات ایران مشروط به پایبندی طرف مقابل به انجام وظایف و تعهداتش می شود. در اظهار نظر متفاوت، محمد سقایی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مدعی شد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام کرده که برجام باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. همزمان غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو دیگر شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد اساساً معتقد نیست که گزارش برجام به رأی گذاشته شود و به صورت قانون در بیاید، بلکه باید تنها به صورت گزارشی از سوی کمیسیون ویژه برجام خوانده شود. یک روز پیش علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت آنچه مجلس باید انجام دهد نه تصویب برجام است و نه رد آن، بلکه تصویب خطوط قرمز به عنوان یک ضرورت و اجازه دادن به دولت است برای عملی نمودن توافق صورت گرفته با گروه 5+1. آقای بروجردی در این حال با خبر دادن از اینکه عده‌ای از نمایندگان معتقدند برجام باید در مجلس به رأی گذاشته شود و عده‌ای اعتقاد دارند که صدور بیانیه در مورد آن کافی است، افزود: فکر می‌کنم که سمت و سوی حرکت ما به طرف یک مصوبه قانونی برود، البته نه برای رد و یا تایید برجام، بلکه برای اجازه دادن به دولت جهت اقدام برای برداشتن گام‌های عملی در جهت تحقق برجام. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این حال پیش بینی کرد که توافق جامعه هسته‌ای ظرف حداکثر یک هفته آینده از صد مجلس عبور کند. اظهارات دیروز آقای بروجردی در حالی منتشر شده که وی پیشتر تاکید کرده بود دولت باید در قالب لایحه‌ای برجام را به مجلس ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون مواضع متفاوتی را در این زمینه اعلام کرده است و 1.5 ماه پیش تاکید کرد ارائه لایحه دولت در این باره از نگاه سیاسی فوایدی در پی خواهد داشت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 3 هفته پیش گفت مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود. این اظهارات در شرایطی بیان شد که دولت حسن روحانی تاکید داشت با توجه به بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی نیازی به بررسی جداگانه آن در مجلس نیست. پنجشنبه گذشته فرصت قانونی کنگره آمریکا برای بررسی توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بدون نتیجه به پایان رسید و به این ترتیب اکنون در خارج از ایران مانعی قانونی برای اجرای این توافق وجود ندارد.
ده روز قبل از سپری شدن مهلت کنگره آمریکا، علی لاریجانی اعلام کرده بود که مجلس ایران مهر ماه نظر خود را در مورد برنامه جامع اقدام مشترک اعلام خواهد کرد. در تحول دیگر، قاسم جعفری، یکی از نمایندگان مخالف توافق اتمی، با اشاره به بازدید یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از مرکز نظامی پارچین گفت: مسئولان دولت میگویند این بازدید تشریفاتی بوده، اما به نظر من بعید است که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آنقدر بیکار باشد که بخواهد از پارچین بازدید تشریفاتی داشته باشد. همزمان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون برجام به خبرگزاری تسنیم، گفته است در مورد ارائه سند محرمانه میان ایران و آژانس، طرف سوال ما اصلا یوکی آمانو نبود، ولی آقای صالحی در جلسه تاکید کرد که این سند را در اختیار کمیسیون برجام می‌گذارد، اما در اختیار ما نگذاشتند. البته ما می‌دانستیم که این سند را به کمیسیون نمی‌دهند، اما تعجب کردیم که آقای صالحی چطور چنین چیزی را مطرح کرده، و همان موقع هم می‌دانستیم که اشتباه کرده، چنین حرفی زده و قطعاً توبیخ می‌شود. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شورشیان شیعه حوثی را وادار به عقب نشینی کرد و عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، پس از 6 ماه به کشور بازگشت. بنابر گزارش منابع خبری، عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور قانونی یمن، روز سه‌شنبه 31 شهریور با یک هواپیمای نظامی وارد فرودگاه عدن شد. او به مدت 6 ماه در عربستان سعودی بود. قرار است آقای هادی برای سخنرانی در 70th مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک آمریکا شود. در اوایل سال جاری شورشیان حوثی منصور هادی را مجبور به ترک صنعا پایتخت یمن کرده بودند. رئیس جمهور ابتدا به شهر بندری عدن در جنوب رفت، اما در ماه مارس با شورش حوثیان به عربستان رفت و از اقامتگاه خود در تبعید امور کشور را تحت کنترل داشت. جامعه جهانی او را به عنوان رئیس جمهور قانونی یمن می‌شناسد. بازگشت منصور هادی در روز سه‌شنبه 31 شهریور در پی بازپس گرفتن شهر عدن و مناطق همجوار از حوثی‌ها توسط نیروهای تحت رهبری عربستان سعودی امکان پذیر شده است. آقای هادی در فرودگاه عدن از سوی نخست وزیر دولت انتقالی مورد استقبال قرار گرفت. خالد بها که کابینه هوادار منصور هادی را تشکیل داده، خود از ماه گذشته در عدن مستقر شده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که احتمال اعلام پایتختی عدن به جای صنعا، شهری که هنوز نیروهای حوثیان را تحت کنترل دارند، تقویت شده است. ریاض یاسین، وزیر خارجه در دولت بها، ابراز اطمینان کرده است که اوضاع جنگی در یمن به سود نیروهای هوادار منصور هادی تغییر کرده و او در کشور خود باقی خواهد ماند. منابع نظامی یمنی هوادار رئیس جمهوری یمن روز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام کردند نیروهای مقاومت مردمی و ائتلاف عربی در حمله گسترده به مواضع شبه نظامیان حوثی و صالح در مناطق تعز توانستند خطوط دفاعی آنها را بشکنند و به سوی مناطق استراتژیک پیشروی کنند. از سوی دیگر شبه نظامیان حوثی به تلافی شکست‌های پی در پی نیروهایشان در مناطق مختلف با خمپاره و توپ اقدام به گلوله باران مناطق مسکونی شهر تعز کردند. در همین حال دولت تحت رهبری رئیس جمهوری یمن در پیامی به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ اقدامات فوری از سوی این سازمان در برابر جنایات حوثی ها شده و آنها را به عنوان جنایتکاران جنگی مورد تعقیب قرار دهند. سرتیب احمد اسیری، مشاور وزیر دفاع سعودی و سخنگوی نیروهای ائتلاف عربی، در مصاحبه ای گفت که این نیروها در مرحله فعلی عملیات خود را بر آزادسازی معرب و تعز متمرکز کردند. آقای اسیری تأکید کرد که مرحله بعدی آزادسازی صنعا از دست کودتاگران حوثی و صالح خواهد بود. بنابراین گزارش، در حالی که نیروهای ائتلاف در جبهه‌های مختلف یمن در حال پیشروی هستند، حوثی‌ها زیر ضربات هوایی ائتلاف تلاش می‌کنند تا از افراد خود در مناطق هوبان پشتیبانی کنند. طبق این گزارش، جنگنده‌های ائتلاف در این مناطق مواضع حوثی‌ها را به شدت بمباران کردند.
اوضاع در یمن بعد از اعزام نیروی نظامی ائتلاف به این کشور در ماه ژوئیه 2015 تغییر یافت. نیروهای مردمی وابسته به منصور هادی موفق شدند عدن و 5 استان جنوبی را از تصرف شورشیان حوثی خارج کنند. سال تحصیلی جدید امسال نیز علی‌رغم وعده‌های دولت روحانی برای میلیون‌ها کودک ایرانی در مناطق قومی بدون تدریس زبان مادری در مدارس کشور آغاز شد. گرچه قانون اساسی تدریس زبان مادری را تضمین کرده، اما این اصل تاکنون اجرایی نشده است. حسن روحانی صبح روز چهارشنبه اول مهر در مراسم آغاز سال تحصیلی 1394-95 پس از نواختن زنگ بازگشایی مدارس سراسر کشور در مدرسه باقرالعلوم واقع در منطقه 14 تهران از دانش آموزان درباره شرایط پس از اجرای توافق اتمی پرسیده است. وی از جمله از دانش آموزان پرسیده است به نظر شما چه فرصت‌های جدیدی از لحاظ علمی، فناوری، دانش، اقتصادی و روابط ما با همسایگان و همچنین با دنیا به وجود آمده است؟ آقای روحانی همچنین گفت با پیروزی هسته‌ای امروز فضای جدیدی پیش روی کشور و ملت قرار گرفته و همه امید ما این است زنجیرهایی را که دشمنان روی دست و پای اقتصاد ما بسته بود باز شود. همزمان با بازگشایی مدارس علی‌رغم وعده‌های دولت روحانی هنوز از تدریس زبان مادری اقلیت‌های قومی در مدارس کشور خبری نیست. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش 11 مهر 1392 اعلام کرد که تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس در اولویت برنامه‌های او قرار دارد. فانی از طرح خود برای عملی کردن وعده رئیس جمهور صحبت کرد، اما طرح او با موجی از مخالفت‌ها در بدنه حاکمیت روبرو و نهایتاً به فراموشی سپرده شد. بنابراین سال تحصیلی جدید امسال نیز برای میلیون‌ها کودک ایرانی در مناطق قومی بدون تدریس زبان مادری در مدارس کشور آغاز می‌شود. اما ناگفته نماند که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید اتفاقات مهمی از منظر اقوام روی داد. حسن روحانی در سفر به استانهای آذربایجان شرقی در 3 اردیبهشت و کردستان در 4 مرداد برای نخستین بار از وعده‌های خود به اقوام یاد کرد. تأسیس بنیاد فرهنگی در تبریز، افتتاح 2 واحد آموزش زبان کردی در دانشگاه‌های کردستان و مژده تأسیس بخش کردی خبرگزاری دولتی ایرنا از جمله این رویدادهاست. از همه مهمتر خبرگزاری ایرنا 27 مرداد گزارش داد تألیف محتوای کتب درسی دانش آموزان به زبان کردی در دست اقدام است. به نوشته ایرنا در صورت آماده شدن محتوای این کتب تدریس آن از امسال آغاز می شود. در غیر این صورت از سال آینده این امر اجرایی خواهد شد. در همین راستا خبرگزاری مهر نیز 22 شهریور گزارش داد که مقدمات راه اندازی سرویس زبان کردی این خبرگزاری انجام شده و این بخش آماده رونمایی است. به رغم این گام‌های مثبت در آستانه سال تحصیلی جدید هنوز از تدریس زبان مادری اقلیت‌های قومی در مدارس کشور خبری نیست، اما این وضعیت در دانشگاه‌های کشور رو به تغییر است. بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 1394 سازمان سنجش آموزش کشور برای مهر ماه سال 94 نخستین بار در دوره روزانه 40 دانشجو در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات کردی پذیرش خواهند شد. به گزارش ایرنا فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز با این موضوع موافقت کرده است. پیشتر این فرهنگستان با اتخاذ مواضعی تند و منفی از تدریس زبان اقلیت‌های قومی در مدارس انتقاد کرده بود. یکی از اصول روشنی که در قانون اساسی آمده است، اصل 15 قانون اساسی است که می‌گوید استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اصلی که تاکنون اجرایی نشده است.
کارشناسان میگویند مسئله وعده دادن با مسئله طرح و برنامه‌ریزی و زبانبندی گره می‌خورد. ارائه ندادن یک برنامه میتواند طرح و برنامه‌های مهم سیاسی و اجتماعی یک کشور را در حد حرف‌های بی‌پایه و اساس و فاقد مفهوم تنزل دهد. این کارشناسان میگویند برای اجرا کردن وعده‌ها حسن روحانی نیاز به بودجه، کارشناس، زمان و چانه‌زنی‌های سیاسی و غربال‌های زمانبر اطلاعاتی و امنیتی دارد. مهدی نعیمی اردبیلی، مدرس سابق زبان ترکی آذربایجانی در دانشگاه‌های کشور، میگوید وعده انتخاباتی آقای روحانی مبنی بر تأسیس فرهنگستان زبان ترکی به ایجاد بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان تقلیل یافت که مؤسسین اصلی آن وزیر ارشاد، استاندار و نماینده ولی فقیه هستند و حتی در اساسنامه بنیاد مزبور به زبان ترکی آذربایجانی اشاره ای نمی شود. کارشناسان بر این باورند با ایجاد رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه‌های کشور با زبان کردی نه به عنوان یک زبان بومی ایرانی که به عنوان یک زبان خارجی همانند اسپانیولی، انگلیسی و روسی برخورد می شود. اگر دولت واقعاً خواهان آموزش زبان مادری است، باید این مسئله را از دبستان آغاز کند. قطعاً هیچ یک از اقوام ایرانی هم به دنبال این نیستند که زبان فارسی را تضعیف کنند و تنها به دنبال آن هستند که زبان مادری خود را هم در کنار زبان رسمی یاد بگیرند و این آموزش از کودکی باید آغاز گردد، نه از دوره دانشگاه. اقوام ایرانی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بیشترین آرا را روانه سبد حسن روحانی کردند، انتظار دارند دولت نیز در حمایت از خواستها و مطالبات آنها وظیفه خود را فراموش نکند. اما موضوع ساخت و سازها و افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه واشنگتن را نگران کرده. همزمان با افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه، جان کری وزیر خارجه آمریکا از تهران و مسکو خواست نقشی سازنده در سوریه ایفا کرده و از گذار سیاسی این کشور پشتیبانی کنند تا بحران جاری در سوریه و سلطه دولت اسلامی پایان یابد. روسیه طی هفته گذشته خواستار تشکیل ائتلافی با حضور بشار اسد برای مبارزه با افراطیون در سوریه شده بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز 31 شهریور ماه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که ایران و روسیه نقشی سازنده در سوریه ایفا کنند تا به جنگ داخلی آن کشور پایان داده شود و گروه موسوم به حکومت اسلامی از میان برود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود گزارش داد که روسیه 28 هواپیمای جنگنده را در استان لازقیه واقع در غرب سوریه مستقر کرده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آمریکایی دیگر نوشت که علاوه بر جت‌های جنگنده، شماری هلیکوپتر نیز به این منطقه ارسال شده و پهپادهای روسی در حال انجام مأموریت تجسسی در سوریه هستند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این روند ادامه خواهد یافت و روسیه به طور مستقیم وارد جنگ داخلی سوریه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک وبسایت خبری عربی گزارش داد که روسیه در حال آماده ساختن 95,000 نیرو از یگانهای ویژه برای مأموریت در سوریه و مبارزه علیه دولت اسلامی است. روزنامه روسیه کمرسانت نیز روز دوشنبه 30 شهریور نوشت که روسیه 1,700 متخصص نظامی را در بندر ترتوس واقع در شمال غرب سوریه مستقر کرده است. این روزنامه منبع خبر خود را ملوانان روسی مستقر در پایگاه دریایی ترتوس ذکر کرده است. این خبر تا کنون از سوی منبع مستقلی تایید نشده است. دیپلمات‌های غربی به ویژه جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده با چنین اقداماتی مخالف هستند، زیرا به گفته آنها دخالت نظامی روسیه در سوریه اوضاع را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. در مقابل دولت روسیه معتقد است که پشتیبانی این کشور از رژیم سوریه جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع را گرفته است.
ولادیمیر پوتین روز 15 سپتامبر مدعی شد که اگر روسیه در سوریه دخالت نمی کرد، اکنون وضعیت این کشور بدتر از لیبی می بود. مسکو همواره تأکید کرده است که پایان دادن به بحران سوریه تنها با کمک دولت این کشور و از طریق غلبه بر دولت اسلامی میسر خواهد بود. به همین دلیل پیوسته بر خواست خود مبنی بر ایجاد یک ائتلاف فراگیر بین المللی با شرکت ایران و روسیه اصرار می کند. ایالات متحده برای غلبه بر بحران سوریه ابتدا از همکاری با روسیه خودداری میکرد، اما اخیرا اعلام کرده که چنین ائتلافی امکان پذیر است. جان کری روز سه‌شنبه 19 سپتامبر در حاشیه نشستی در لندن گفت که آمریکا و روسیه اهداف مشترک دارند. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن بیان اینکه دولت اسلامی باید نابود شود گفت که در این زمینه و برای هماهنگ کردن عملیات نظامی علیه این گروه تروریستی مذاکره با مسکو اجتناب ناپذیر است. همزمان حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران که برای ملاقات با همتای روسی خود میخائیل باگدانوف به مسکو رفته بود، اعلام کرد که ایران و روسیه تمامی امکانات خود را برای حل بحران سوریه به کار میگیرند. آقای امیر عبداللهیان افزود با روسیه توافق کردیم با جدیت ابتکارات سیاسی را دنبال کرده و با تمام گروه‌های معارض سوری و نیز رئیس جمهور سوریه به مرحله اجرا درآوریم. وی از بیان جزئیات این ابتکارات سیاسی خودداری کرد. در همین حال دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که کمک‌های خود به قربانیان جنگ داخلی سوریه را افزایش خواهد داد. واشنگتن قرار است در سوریه 419 میلیون دلار بیش از آنچه اعلام شده بود هزینه کند. آمریکا برخلاف کشورهای منطقه و اروپایی تمایلی به پذیرش پناهجویان سوری نشان نداده است. این کشور تاکنون تنها 1800 سوری را پناه داده است. آقای اوباما وعده داده است که آمریکا در سال آینده 10,000 سوری را خواهد پذیرفت. هم مصباح یزدی در مراسم افتتاح یک دانشگاه مجازی اینترنت و تلفن همراه را عامل بدحجابی و گرانی و مشکلات فرهنگی دانسته. او مدعی شده که غرب با این ابزار داستان‌های غربی را جایگزین معارف اسلامی کرده است. آیت الله مصباح یزدی، روحانی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، اینترنت و تلفن همراه را عامل بدحجابی و گرانفروشی و مشکلات فرهنگی بسیار دانست. مصباح یزدی در مراسم افتتاح دانشگاه مجازی علوم و معارف اسلامی گفت اگر کسی اوضاع اوایل انقلاب را با الان مقایسه کند، مطمئناً با دیدن وضعیت حجاب، گرانفروشی‌ها و دیگر موارد تعجب می‌کند. وی افزود بالاترین عامل ایجاد این مشکلات در سالهای اخیر اینترنت و گوشی‌های تلفن همراهند که آثار سوء بسیاری دارند. او همچنین با ابراز نگرانی از اینکه جامعه در شرایط خطرناکی قرار گرفته است گفت باید مسائل دینی و اعتقادی را به زبان ساده و از طریق کتاب‌های درسی به کودکان و نوجوانان آموزش دهیم. او همچنین مدعی شد که انسان‌ها بیش از هر زمانی در معرض بیماری‌های واگیردار روحی قرار دارند. این اولین بار نیست که مصباح یزدی اینترنت و ماهواره را عامل مشکلات اجتماعی می داند. او پیش از این نیز گفته بود که فیلتر کردن اینترنت و جمع‌آوری ماهواره به تنهایی کافی نیست و باید با کار ایجابی به جنگ این ابزار رفت. برخی دیگر از روحانیان شیعه از جمله آیت الله مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، اینترنت را عامل فساد دانستند. مکارم شیرازی گفته بود اینترنت پرسرعت خلاف شرع است. او توسعه شبکه اینترنت پرسرعت در کشور را به صلاح ندانسته و تکنولوژی غربی را آب گلالود توصیف کرده بود. آیت الله سبحانی، یک مرجع تقلید دیگر شیعیان، نیز درباره اینترنت پرسرعت و گوشی‌های همراه گفته بود قرار گرفتن این گوشی‌ها در دست جوانان، اعم از دختر و پسر، مفاسد زیادی به دنبال دارد. باید از خرید و فروش آن جلوگیری شود و دولت نباید چنین امکاناتی را در خدمت مردم قرار دهد.
یکی از موانع بهبود وضعیت اینترنت سایه سنگین سپاه پاسداران بر مخابرات ایران از زیرساخت گرفته تا شبکه‌های اطلاعاتی است. نفوذ سپاه از بزرگترین چالش‌های موجود نه فقط برای دولت روحانی که برای هر دولتی است که قرار است در ساختار جمهوری اسلامی مجری قوانین باشد. دولت در نظر داشته تا دست کم 50% پهنای باند کل کشور را افزایش دهد، اما منابع آگاه در ایران میگویند سپاه در برابر توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های شبکه‌های ارتباطی هم به شدت مقاومت می‌کند. قوه قضایی دیگر چالش مهم پیش روی دولت روحانی برای اعمال آزادی‌های آنلاین است. قوه‌ای که رئیسش به صراحت در واکنش به رئیس جمهور می‌گوید اینترنت باتلاقی است که باید دور آن سیم خاردار کشید. اما رهبران اتحادیه اروپا به دنبال تصمیم مناقشه برانگیز خود پیرامون توزیع 120 هزار پناهجو در کشورهای عضو این اتحادیه روز چهارشنبه اول مهر ماه یک نشست اضطراری در این رابطه برگزار کردند. روز سه‌شنبه وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رغم مخالفت برخی از کشورهای شرق اروپا طرحی را تصویب کردند که کشورهای عضو این اتحادیه را به پذیرش صدها هزار پناهجو ملزم می‌کند. با وجود مخالفت شماری از اعضای اتحادیه اروپا، وزیران کشور 28 عضو این اتحادیه روز سه‌شنبه 31 شهریور در نشست اضطراری خود در بروکسل بر سر توزیع و سهمیه بندی پناهجویان و مهاجران میان اعضا با اکثریت آرا به توافق رسیدند. اگرچه در طرح به تصویب رسیده حرفی از تعیین سهمیه‌های اجباری زده نشده، اما جمهوری‌های چک، مجارستان، رومانی و اسلواکی به شدت با آن مخالفت کردند و فنلاند با آن رأی ممتنع داد. لهستان هم گفته است که مخالفتی با سهمیه بندی ندارد، اما اجباری بودن آن را نمیپذیرد. وزیر کشور لوکزامبورگ که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفته است که موافقت با توزیع 120 هزار پناهجو و مهاجر در میان اعضا در مرحله اول به خاطر کمک به یونان و ایتالیا است که با ورود هزاران مهاجر مواجه بودند. وزیر کشور لوکزامبورگ همچنین گفت که این طرح به سایر کشورهای عضو نیز بعداً کمک خواهد کرد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا آن را اولین گام مهم در واکنش متحد اروپا برای مدیریت بحران پناهجویان خواند. ملیسا فلمینگ سخنگوی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان خواستار اقدام بیدرنگ برای ایجاد یا توسعه امکانات پذیرایی از پناهجویان و مهاجرانی که به یونان و ایتالیا وارد می شوند و ثبت نام آنها برای توزیع در سایر کشورهای اتحادیه اروپا شد. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده که با توافق روز سه‌شنبه در مورد سهمیه بندی 120 هزار نفر و 40 هزار نفری که قبلا در مورد آنها توافق شده بود، اکنون اروپا با بیشترین شمار مهاجران و پناهجویان از بعد از جنگ جهانی دوم روبروست. در این حال پس از توافق بروکسل که باید در روز چهارشنبه اول مهر به تایید نشست سران کشورهای اروپایی برسد، انتقادهای مخالفان همچنان ادامه دارد. میلوش زمان رئیس جمهور چک گفت فقط زمان ثابت خواهد کرد که تصمیم امروز چه اشتباهی بوده. رابرت فیکو نخست وزیر اسلواکی گفت او شرایط تازه را نخواهد پذیرفت و به حرف دیکته شده از سوی اکثریت احترام نخواهد گذاشت. رادیو پراگ نیز گزارش داده است که جمهوری چک ممکن است مسئله را به دادگاه عدالت اروپا ارجاع دهد. در لتوانی که وزیر کشورش از طرح اتحادیه اروپا حمایت کرده، صدها نفر علیه سهمیه بندی تظاهرات کردند. با این حال ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ که ریاست جلسه سه‌شنبه را به عهده داشت گفت شک ندارد که کشورهای مخالف این تدابیر را اجرا خواهند کرد. بنابر مصوبه روز سه‌شنبه جریمه مالی که 0.02% تولید ناخالص ملی خواهد بود بر اعضایی که از پذیرش مهاجران خودداری کنند اعمال خواهد شد. همچنین بنابر این مصوبه نقل مکان به کشورهای پذیرا به اندازه اقتصاد و جمعیت و میانگین شمار پناهجویان متقاضی بستگی خواهد داشت و انتقال متقاضیان منفرد باید ظرف دو ماه انجام شود.
در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، که طبق معمول نگاهی دارد به تحولات هفته گذشته این کشور و منطقه. این هفته مؤسسات نظرسنجی در ترکیه اخبار خوشی برای حزب عدالت و توسعه نداشتند. محبوبیت این حزب حتی نسبت به 3 ماه پیش هم کمتر شده. نبرد با پکاکا و دستگیری اعضای داعش و همه این موضوعات هم باعث نشده تا بر میزان محبوبیت این حزب برای تشکیل دولت تک حزبی بیفزاید. افزون بر این که احزاب رقیب در نظرسنجی جدید وضعیت رو به بهبودی داشتن، از جمله کردها هنوز هم بر اساس آخرین نظرسنجی ها میتونن بار دیگه به پارلمان ترکیه راه پیدا بکنن. بیشک تحولات سوریه این هفته ها وارد مرحله جدیدی شده. تقریبا صدای واحدی از غرب تا شرق به گوش میرسه و بر این موضوع اشاره داره که تغییر سیاسی در سوریه امری محتوم هستش، با این تفاوت که هنوز جمهوری اسلامی و روسیه اصرار دارن با تصور هر تغییری بشار اسد هم بخشی از راه حل سوریه باشه. این هفته البته اتفاق تازه تری هم افتاد. جمهوری اسلامی گفته میتوان تصور کرد که معارضان سوری هم بخشی از راه حل برای پایان بحران در این کشور باشن. این موضوع میتونه تا حدود زیادی مواضع ایران و غرب رو نسبت به سوریه متعادل تر بکنه. جان کری امیدوار و تعجیل داره تا هرچه زودتر جمهوری اسلامی و روسیه اسد رو برای پذیرش شرایط جدید آماده بکنن. تعجیل روسا البته در جای دیگری است. انتقال تجهیزات خودشون به سوریه و هرچه مستحکم تر کردن پایگاهشون در غرب این کشور. برخی منابع خبری میگن که روسها پا رو از این هم فراتر گذاشتن. اونها در حال آماده سازی یک نیروی ویژه نظامی بزرگ برای جنگ مستقیم در سوریه هستن. همزمان سازمان ملل متحد کارگروه 4 گانه‌ای رو برای بررسی شرایط حل بحران در این کشور تشکیل داده. 4 شخصیت قدرتمند حقوقی و دیپلماتیک بین المللی از سوی بانکیمون مأموریت یافتن تا در واقع اتاق فکری رو برای منظور تشکیل بدن. حالا گویا جهان دریافته که جنگ در سوریه تنها بحران در یک گوشه جغرافیایی جهان نیست، بلکه دست کم آوارگان این کشور حاملان بخشی از آن بحران به غرب نیز خواهند بود. اتحادیه اروپا سرانجام تصمیم گرفت 120 هزار پناهجو رو با لحاظ شرط خاص مدیریت شده در داخل خاک خودش بپذیره. این اتحادیه تا اعضای خودش رو تهدید کرده در صورت عدم پذیرش پناهجویان ممکن هست با جریمه مواجه بشن. این تصمیمات البته انگیزه مضاعفی به پناهجویانی که در این سو و در ابتدای خط مهاجرت ایستادن داده. در این هفته تعداد زیادی از این پناهجویان تلاش کردن از مرز زمینی ترکیه وارد بلغارستان بشن، اما مقامات ترکیه تا کنون اجازه عبور به اونها رو ندادن. و نهایتاً در یمن، عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور این کشور پس از 6 ماه تبعید به یمن برگشته، اگرچه به صورت موقت و پس از آن برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل راهی نیویورک خواهد شد. اما این هفته ها که نوار شکست های حوثی ها همچنان دامنه دار شده و نیروهای تحت امر هادی تونستن علاوه بر عدن 5 استان جنوبی یمن رو از دست حوثی ها خارج بکنن، این اقدام منصور هادی آن هم پیش از شرکت در اجلاس جهانی سازمان ملل متحد به نوعی یک حرکت نمادین هم محسوب میشه. در پایان تصویر هفته رو ببینیم. روایتی دیگر از پناهجویان، این بار در مرز ترکیه و بلغارستان. Love.
سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک که نشانی آنها برای صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما خواهم بود. بدرود.